مرافعه دادگاه دلر شریپوف روزنامه‌نگاری تاجک امروز 15 اپریل در دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه آغاز گردید. نخستین مرافعه میباید روز 13 اپریل برگزار شود، اما با سبب نامبندن دادستان دادرس مرافعه را به امروز گذراند. وکیل دفاع دلر شریپوف بعد از برآمدن از نزد دادرس گفت مرافعه کشاده برگزار می‌گردد، اما با سبب توصیه های سازمان جهانی تندرستی و هم وزارت تندرستی تاجیکستان که جمع شدن آدمان زیاد را در یک جا منع می‌کند، دادرس به خلاصه آمده است که مرافعه را با تعداد محدودی آدمان برگزار کنند. یعنی مرافعه دلر شریپوف با گفته مسئولین دادگاه ناحیه شاه منصور کشاده برگزار می‌گردد، اما با آن ظاهرا تنها وکیل دفاع عیب‌دار کننده دولتی و تنها نزدیکان دلر شریپوف راه می‌یابند و روزنامه‌نگارانی که به اینجا آمدند به آنجا راه دادن نمی‌شوند. مثل روز اول امروز نیز روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی برای دستگیری از دلر شریپوف به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور آمدند. نزدیکان دلر شریپوف امیدوارند که دادگاه در نسبت این خبرنگار حکم عادلانه صادر میکند. من میخوام که با آزادی برایت فرزندم، گناه ندارد فرزندم. من از سود امیر خواهش دارم. بررسی کردن اگر اون خیلی گناه شد پیدا نکردن. فقط اونو از یک کتابچه گناهگار میکنن که اون کتابچه را بیم که اگر اون خیلی خطاگی در اون کتابچه دیده نمیشود. دلر شریپوف روز 28 ینوری سال روان از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شد. مقامات دلر شریپوف را با برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی عیب‌دار می‌کنند و بر علیه او با قسم یکم ماده 189 کدکس جنایی پرونده باز کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند، اما نزدیکان سازمان‌های حامی حقوق و خود دلر شریپوف این اتهام را بی اساس می‌دانند و می‌گویند دلر شریپوف با سازمان‌های افراط‌گرا رابطه‌ای نداشت.